بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام دوباره عرض می کنم خدمت دوستان گرامی و همراهان و همچنین افرادی که احیاناً از راه دور تصویر و صدای ما رو می بینن و می شنون و یا در آینده خواهند دید. امروز جلسه دوم شرح دیوان آتشکده نیر تبریزی رو دنبال می کنیم و خب جلسه اول که دیروز برگزار شد بخشی از دیوان رو قرائت کردیم و بخشی از ابیات رو شرح دادیم خدمت عزیزان. امروز تا جایی که بتونیم انشاءالله این ابیات رو میخونیم و در مورد بخش‌های مشکله توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنیم. خب همونجور که عرض کردم جناب نیر تبریزی در ابتدای این آتشکده و این دیوان شعری خودش سعی کرده که یک دیباچه ای، یک مقدمه ای که از اون اعتقادات شخصی خودش سرچشمه میگیره و در حقیقت اعتقادات ایشون به نوعی اعتقادات شیعه اثناعشری هست ولی با رنگ و بوی عرفانی میشه گفت که آمیخته شده و شروع میکنه این زمینهای اعتقادی خودش رو در قالب دیباچه این دیوان مطرح میکنه و در ادامه به وقایع روز عاشورا اشاره میکنه، حالا شب عاشورا و روز عاشورا، و این وقایع رو به زیباترین شکل با اون قریحه شاعرانه بسیار قوی که داره برای ما شرح میده. در دیباچه ابیات رو ما خونده بودیم، من امروز دوباره همین ابیات رو قرائت میکنم ولی دیگه شرح نمیدم تا اونجایی که شرح داده شده بود که از اونجا انشاءالله ادامه شرح رو خدمتتون عرض بکنم. میفرماید که آفرینش را چو فتح الباب شد، نور احمد مهر عالم تاب شد، رست از آن نور امامان وفی، شد بروج سیر آن نور صفی. پس بر آمد نور پاک فاطمه، آن مبارک فاتحت را خاتمه. 14 هیکل چو شد از وی درست، نور پاک انبیا زان نور رست. پس به ترتیب مراتب زان صور، شد همه ذرات اکوان جلوه‌گر. آریاری طلعت الله نور، این چنین آیینه ای دارد ضرور. چون پدیدارنده بادا و پست، آزمایش خواست از قول الست. بر بلا و لا زبانها باز شد، نوری و ناری ز هم ممتاز شد. نوریان مأوا به ادیین گرفت، ناریان جا در تک سجین گرفت. ناگهان پیک خداوند جلی، در نفوس افکند سیت الرحی. گفت که ای مرغان بستان الست، هین فرو آیید از بالا به پست. از بیابان تجرد خم زنید، خیمه در آب و گل آدم زنید. کشتزار است این حزیز آب و خاک، دانه فعل این نفوس کشتزار است این حزیز خاک و آب، دانه فعل این نفوس مستطاب. تا نپاشد دانه را در آب و گل، برزگر وقت درو ماند خجل. تا نکارد تخم را در آب و خاک، بر نچیند باغبان از نخل و تاک. تا نگیرد عکس در آیینه جا، کس نیابد زو نشان اندر هوا. تا
تا به دیواری نتابد آفتاب، پرتو او کس نبیند جز به خواب. پس نفوس از زیر و بالا پرگشود، جمله در چاه طبیعت شد فرود. در حضیض چه شکست آن بال و پر، که پریدن لیبدان در اوج زر. چون عجین تینت زیبا و زشت، دست سلطان ازل در هم سرشت. شد دفین آن شمع‌های مشتعل، در شبستان مزاج آب و گل. چون هیولا شد مصور با صور، هر یک از مشکات خود شد جلوه‌گر. لیک طبع اختلاط آن سرشت، شد مؤثر در مزاج خوب و زشت. نور و ظلمت چون به هم آمد قرین، این از آن رنگی پذیرفت آن از این. لاجرم در طبع احرار و عبید، شد تقاضای تبهکاری پدید. پس ندا آمد ز اوج کبریا، با گروه انبیا و اوصیا. که گروه منهیان باشکوه، این سیه رویی که شوید زین وجود. بر نیامد این ندا را کس مجیب، جز قتیل حق حبیب ابن حبیب. خب تا این ابیات قرائت کرده بودیم دیروز و مضمون کلی این ابیات رو خدمتتون من عرض کردم. به طور کلی اگر بخوایم به صورت خلاصه ابیاتی که قرائت شد رو معنی بکنیم، گفتار در این زمینه است که ابتدای خلقت، در اون ابتدای آفرینش، خداوند وقتی تصمیم میگیره که خلقت رو آغاز بکنه، اولین چیزی که خلق میکنه نور حضرت رسول صلی الله علیه هست. اما حدیث مشهوری که از پیامبر گفته شده که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. و جناب نیر به ما توضیح میده که نور ائمه اطهار هم، اون 12 نور پاک، از نور پیامبر منشعب شده و از اون نور خلق شده. پس بنابراین ابتدایی ترین مخلوقات جهان و اولین مخلوقات جهان همین نور اولیای الهی، یعنی ائمه اطهار و ائمه معصومین هست که از نور حضرت رسول منشعب شده. و سپس اشاره میکنه که حضرت نور حضرت فاطمه هم این پایانی بود برای این شروع. و سپس نور انبیای عظامی که در تاریخ اومده، حالا به گفتاری گفتن 124,000 پیامبر در تاریخ انبیا بوده، یا اولیایی که هستند و نقش هدایت دارن برای بشر، اینها نور اینها و روح اینها، در حقیقت نور در اینجا ارجحیت داره بر روح، یعنی خود روح این بزرگواران از نورشون سرچشمه میگیره. وقتی اینها چیزی به نام نور رو اطلاق میکنن، یعنی یک چیزی فراتر از مسئله روح رو دارن ابراز میکنن. بنابراین نور انبیا هم از در مرحله بعدی، بعد از نور ائمه و از آن نورها در حقیقت خلق میشه و تمام خلقت دوباره از سرچشمه، از این سرچشمه به وجود میاد. یعنی این نور وجود انبیا، ائمه که تبدیل شده به نور وجود انبیا، از نور وجود انبیا هم اکوان خلقت، یعنی عوالم مختلف ملکوتی و جبروتی و لاهوتی و ناسوتی، اینها همه خلق شدن. همه فرشتگانی که در عالم وجود داشتن، همه مخلوقات دیگر خداوند، تا این عالم ناسوتی که در این عالم ناسوتی کهکشان ها و ستاره ها و به قولی سیارات و منظومه های مختلفی که وجود داره، تا اون کره زمین و تمامی مخلوقاتی که در روی کره زمین وجود داره، همه اینها در عالم عرفان به نام عالم ناسوت نامیده میشن و عالم های دیگر فراتر از این عالم ها در مرتبه وجودی بالاتر از این عالم ها قرار دارن. پس خلقت رو اینجور تصویر میکنه که ابتداعا نور حضرت رسول و از حضرت نور حضرت رسول نور ائمه و از نور ائمه نور انبیا و از نور انبیا بقیه عالم خلقت به وجود اومده. و سپس اشاره میکنه به داستان ماجرای الست که آیه قرآن هست و خداوند بعد از اینکه روح‌ها رو خلق کرد با آنها خطاب کرد و گفت که
الست و برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ و اونها همه اذعان کردن که قالو بلا شهدنا، ما شهادت میدیم که شما پروردگار ما هستید. حالا جناب نیر اینجا میاد، این قسمت در قرآن نیست، میگه که بعضی ها گفتن بله، بعضی ها گفتن نه، و اونهایی که گفتن بله جاشون مشخص شد، اونها رفتن اهل بهشت شدن، اونهایی گفتن نه جهنمی و جاشون در تک سجین قرار گرفت. ولی در ادامه میگه که این روح ها که مقر خودشون دیگه مشخص شده بود، ناری و نوری از هم ممتاز شده بودن، از هم جدا شده بودن، خداوند فرمود که همه این روح ها الرحیل، سیت الرحیل اومد، رحلت کنن، بیان بر روی زمین، بیان در این آب و گل، خیمه در آب و گل آدم زنید، بیان در این آب و گل، در این سرای امتحان، در این مزرعه‌ای که باید کشت کرد و نتیجه گرفت، در اینجا بیان و در اینجا آزمایش بشن. پس بنابراین اون روح ها پرواز کردند، اومدن به سمت زمین، که اینجا فرمود دیگه در حضیض چه شکست آنها بال و پر، اون بال و پری که داشتن مثل فرشته ها در عالم برین پرواز میکردند و لذت میبردند، اون پر و بال شکست و در چاه طبیعت فرود آمدند در حقیقت. و از اون طرف هم اون ناری ها و اونهایی که در اهل جهنم بودن، اونها هم اومدن و در روی زمین ساکن شدن. این امتزاجی که از این دو قشر به وجود اومد، یعنی ناری ها و نوری ها، خوب ها و بد ها، باعث شد که این خوب ها هم روی تبهکاری پیدا کنن. با اینکه ذاتاً درونن انسان های خوبی بودن، ولی از تقارن با انسان های بد، از تقارن با موجودات بد، روی تبهکاری در اینها به وجود اومد. لاجرم در طبع احرار و عبی شد تقاضای تبهکاری پدید. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ ندا آمد ز اوج کبریا با گروه انبیا و اوصیا، که گروه منهیان باشکوه، این سیاه رویی که شوید زین وجود. این سیاه رویی رو کی میتونه بشوره؟ از روی وجوه کسانی که همون آیه قرآن وجوهون یومئذن نائمه، این آیاتی که هستش، از این وجود کی میتونه این سیاهی رو از بین ببره، بشوره و پاک کنه؟ این رو من مشابهش رو در مسیحیت عرض کردم خدمتتون، که در مورد داستان حضرت عیسی، مسیحیان این رو قبل‌تر از به قولی مسلمانان ابراز میکردن و میگفتن اون گناه نخستینی که حضرت آدم مرتکب شد به واسطه نافرمانی از خداوند در بهشت و خوردن میوه ممنوعه، این گناه به پای تمام ابنای بشر نوشته شده و تا زمان حضرت عیسی همه انسانهایی که اومدن و رفتن به نوعی گناهکار مردن و به اون دنیا برگشتن، تا در زمان حضرت عیسی خداوند تصمیم گرفت که پسرش رو فدای همه این گناهان و گناهکاران بکنه. پس حضرت عیسی اومد به روی زمین، به صلیب کشیده شد تا تقاص اون گناه اولیه رو بده، و هر کسی که دست به حضرت مسیح میساید و دست به سوی اون دراز میکند و از دامان زیل دامان اون میگیرد، او میتواند که سعادتمند شود و از این گناهان برهد. همین داستان مشابه سازی شده در تشیع برای امام حسین، و در شیعه زیاد این گفته میشه که امام حسین دلیل کشته شدنش، دلیل جان فدا کردنش این بود که کفاره‌ای بر گناهان ما باشه و گناهان ما در حقیقت پاک بشه. این رو جناب نیر به این نحو میاره، به قولی مطرح میکنه، میگه که خب از اون ابتدا دیگه مسئله میوه ممنوعه و فلان رو نمیاره، میاره میگه که این طبیعت ناری و نوری اومدن در چاه طبیعت به هم مخلوط شدن و این در خوب ها تبهکاری به وجود اومد، و برای اینکه طبع تبهکاری از بین بره و این سیاه رویی از روی اینها شسته بشه، نیاز به یک ولی الهی بود که بیاد پا به میدان بگذاره و این سیاه رویی رو از بین ببره. خب در اینجا وقتی این سوال میشه از کی؟ از گروه انبیا و اوصیا، هیچ کس جوابی نمیده، هیچ کس ندایی نمیده جز قتیل حق حبیب ابن الحبیب، جز امام حسین، که اونجا حبیب پسر حبیب ایشون رو
لقب میده. آن خلیل حلم و ایوب بلا، نوح طوفان و حسین کربلا. زان که از ارکان عرش استوا، رکن عقل از نور احمد شد به پا. اینجا توضیح میده، باز یه تئوری های دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه که رکن در ارکان عرش، عرش استوا یعنی علی الرحمن علی عرش استوا، آیه قرآن هست که خداوند در عرش قرار گرفت بعد از خلقت. میگه که این ارکان عرش اینا تقسیم شده بودن، رکن عقلی در اینها، اصطلاح های فلسفی هست، من نمیخوام دیگه زیاد ریز بریم داخل اینها، رکن عقل در این ارکان به قولی از نور احمد خلق شده، یعنی هرچه عقل در این عالم هست از نور حضرت رسول صلوات الله علیه هست. روح، رکن روح از نور پاک مرتضی، حکمت آموز دبستان قضا. رکن روح از نور حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. رکن نفسی قائم از نور حسن. ببینید در گذشته یک تعبیری بود به نام نفس، ما هم یک جسم داشتیم که بهش تن میگفتن، یک نفس داشتیم که یک چیزی بین تن و روح هست، و یک روح داشتیم. این رکن نفس ها، نفس یک چیزی لطیفتر و ما بین روح و جسم در حقیقت تلقی میشد. حالا این بحث و بررسی هاش زیاد هست، ولی این رکن نفسی رو قائم از نور امام حسن مجتبی علیه السلام میدونه، و رکن طبع از رکن طبع از حسین، رکن طبعی از حسین ممتحن. ممتحن یعنی امتحان گرفته شده از امام حسین. پس رکن طبیعت و طبع همه از نور امام حسین علیه السلام خلق شده. حالا بحث این طبع و طبیعت رو هم یک مختصری خدمتتون عرض بکنم. در گذشته سیستم فکری فلاسفه و عرفا کلان انسان ها این چونی نبود که ما امروزه نسبت به طبیعت نگاه میکنیم. اصلا دلیل این که ما به طبیعت میگیم طبیعت یعنی چی؟ طبع به لحاظ معنایی یعنی اون سرشت هر موجودی، و در طبیعت انسان ها میگفتن خب فرض کنید طبع، مثلا شنیدین شاید طبع گرمی، طبع سردی، طبع مثلا صفراوی، اینها رو در علوم پزشکی سنتی هم میگن. این طبع چی هست؟ اینا اعتقاد داشتن که هر چیزی در دنیا طبعی داره. کسی نمیگفت که چرا مثلا، حالا اون زمان نمیدونستن کره زمین دور خورشید میگرده، ولی اگه میدونستن که دور خورشید میگرده اونا میگفتن خورشید دور کره زمین میگرده. میگفتن چرا این اتفاق میگفته؟ میگفتن طبعش اینطوریه، طبع خورشید اینه که به دور زمین بچرخه. چیزی به نام جاذبه وجود نداره، چیزی به نام اجبار. ببینید ما سیستم فکریمون در مجموع اینجوریه که تمام طبیعت و خلقت رو مرده فرض میکنیم، و یک سری قوانین که این جهان مرده رو تحت تسلط خودش داره میچرخونه، قوانینش هم پیدا میکنیم، میگیم سیاره ها ستاره ها اینطور میچرخن به خاطر چی؟ یه چیزی خلق کردیم به نام قانون جاذبه. قانون جاذبه وجود، این قانون جاذبه اینها رو به صورت اجباری، هیچ اختیاری در اینجا وجود نداره، اینها رو به صورت اجباری به دور خودش میچرخونه. سیب از دست ما میفته روی زمین، چرا میفته؟ طبعش بر افتادنه. اجسام طبع افتادن دارن، طبع پایین رفتن دارن، هیچ وقت طبع بالا رفتن ندارن. یعنی یه چیزی اختیاری در درون اجسام تصور میکردن، یک نوع طبع درونی. یک چیزی که داره میسوزونه، آتش طبعش سوزاندن هست، و وقتی معجزه ای رخ میداد و میگفتن که آتشی نسوزان، میگفتن که خب خداوند امر کرد و این بر خلاف طبعش عمل کرد، طبعش این بود که بسوزاند. ولی ما الان چطور میگیم؟ ما میگیم که نه، یه فرایند اکسید شدن شیمیایی در اون اتفاق میفته، اصلا به غیر از این نمیتونه اتفاق دیگه ای بیفته. اگر منصفانه نگاه بکنیم دیدگاه ما هم به نوعی به قولی میشه گفت محدود و صلب هست. این نگرشی که به دنیای مادی حتی در عالم کنونی از طرف دانشمندان وجود داره، دیدگاه صلب و خشک هست. و اخیراً فلاسفه ای هستن که اتفاقا زیاد هم خداپرست و اینا نیستن، آتئیست هم هستش، حالا یکی از اون کسایی که من میشناسم
به نام تاماس نیگل، این در کتاب خودش شرح میده، میگه این نگرشی که ما نسبت به عالم داریم مثلا نگرش درست نیست. این عالم طبیعت که تونسته از درون خودش همچین خلقت شعورمندی رو مثل انسان بیاره بیرون، حتما این طبیعت خودش هم شعور داره. چطور میشه از طبیعتی که هیچ شعوری نداشته باشه چنین موجودات پیچیده و عجیبی خلق بشه و به منصه ظهور برسه؟ به لحاظ فلسفی این امر ممکن نیست، امکان نداره همچین اتفاقی. پس ما باید تغییر نگرشی در خودمون ایجاد بکنیم نسبت به چیزهایی که در دور و برمون می‌بینیم. استاد خدا رحمتش رو بده می‌فرمودن که حضرت پیامبر حتی برای کفش‌هاش هم اسم می‌گذاشت، نه تنها برای حیواناتش مثلا اسبش، حتی برای کفشاش، برای شانش هم اسم میذاشت، یعنی شخصیتی برای اونها قائل بود. ببینید دید عارف همچین دیدیه. چرا مولانا میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. میگه همه اون سنگریزه ها، همه ذرات عالم سمیع و بصیرن، دارن ذکر میگن، تسبیح خداوند میگن، یسبحون لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پس چرا ما صداشو نمیشنویم؟ چون ما محرم اونها نیستیم، در جلوی دید ما این تسبیح رو نمیگن، این تسبیح رو از نامحرمان مخفی میکنن، ولی همواره در حال تسبیح گفتنن. چیزی که مرده هست آیا میتونه تسبیح بگه؟ نه. پس ما باید نگرشمون رو نسبت به این عالم تغییر بدیم، ما اینطور صلب به همه چی نگاه نکنیم. و خود این عالمان و دانشمندان هم یواش یواش متوجه میشن ها. مثلا قانون جاذبه یه چیزیه که جناب نیوتن گفته، هیچ دلیلی هم نیاورده که این قانون جاذبه چی هست، از کجا اومده، آخه تو چطور میگی همچه قانونی هست، چه این نیرو رو سنجیدی، از کجا به وجود اومده این نیرو، هیچ توضیحی نداره. یه قانونی رو وضع کرده و هیچ توضیح ماهوی برای اون مسئله وجود نداره. برای اون یکی ها حالا یه سری چیزا گفتن، اونا هم البته تا تهش بری مثلا قانون جذب و دفع مثبت و منفی و فلان و بهم زیاد فیزیکی نکنیم اون قضیه رو داستان، برای اینا توضیح ندارم. ولی مسئله این هستش که آلبرت اینشتین وقتی اومد به فضاهای بزرگ نگاه کرد، بین ستاره ها و فلان و بهم، دید که اتفاقا همون قانون نیوتن که روش همه قسم می‌خوردن جوابگوی این فضاها نیست، و اومد یک فرضیه دیگه ای رو مطرح کرد، انحنای فضا و زمان. اصلا موضوع قانون جاذبه رو به کل نبذ کرد و یک پیشنهاد دیگه ای نسبت به این نظریه داد، کلن داستان عوض کرد. این رو میخوام بگم که حالا شاید بگیم که خب اون هم سر جاش هست، این هم هست، بله جان، قانون نیوتن در ابعاد کوچکتر جوابگو هست، از اون استفاده میکنن، قانون انیشتین در ابعاد بزرگتر، ولی هر کدوم از اینها توصیفی هست بر یک حقیقتی که برای ما مخفی هست. این حقیقت هر کسی طوری این رو توصیف میکنه تا مسائل ذهنی خودش رو بتونه حل بکنه، و الا هیچ دانشمندی نتونسته حقیقت مسائل علمی حتی فیزیکی رو کشف بکنه و به ما بگه. و هر روز برای همین هستش که قانون جدید نافی قانون قبلی میشه و قوانین جدید توصیه میشه و توجیه میشه و استفاده میشه. قرار از این همه این حرف ها بحث بر سر این مسئله طبع و طبیعت بود. بس نوع نگاه گذشتگان به مسئله طبیعت یه همچین نگاهی بود، نگاه مرده نبود، نگاهی که هر کدوم از این اجزای طبیعت هم دارای نفس هستن و این نفس رکنش برمیگرده به امام حسن طبق نظر جناب نگیر، و رکن طبیعیش برمیگرده به امام حسین. حالا چرا این رو گفته؟ این هم نظر ایشونه، من جای دیگه ای ندیدم که کسی دیگه ای هم شاید ولی بوده باشه، حالا باید آدم تحقیق کنه ببینه از عرفای دیگه هم هستش که همچین نظری داشته باشه که این رکنها رو جدا کرده باشه به هر کدوم از ائمه نسبت داده باشه یا نه، من اطلاعی ندارم، ولی این نسبتش هم جالب هست که نظر نگیر رو در اینجا خوندیم. خب ادامه بدیم. میفرماید چون در اینجا بود خلط تینت این، چون تینت اینها به هم خلط شده بود، اختلاط پیدا کرده بود، اختلاط این طبعها وجود داشت، می نبود آنجا به جز ذکر حسین. پس باید و باید همین طور میشد و غیر از ذکر حسین نمیشد باشه، چون اصلا رکن
طبیعت از نور امام حسین هست و طبیعی بود که امام حسین ندای به قول چیز بگه به قولی ندا بده که اجابت کنه این ندای خداوند رو و بگی که بله من میتونم این سیاه رویی رو از روی چهره های مخلوقات تو پاک بکنم. کوست رب و نوع این رکن وسیر قصه کوته به که شد معنی دقیق. جاهایی هم هستش که جناب نیر زیاد دیگه به جزئیات وارد نمیشه و بعضی وقتا میگه خب احساس خطر میکنه چون بهش خیلی نسبت علی اللهی میدادن، نسبت درویشی میدادن و میگفتن که تو شیعه غالی هستی. نظر نیر حالا در ابتدای این مقدمه این کتاب هم نوشته شده، خب تا حدودی میشه گفت که یه مقدار شاید بعضی جاها از اون حد هم بعضن بالا رفته نیر، ولی واقعیتش یک انسان دانشمندی هست، یعنی هر جایی هم انسان براش نامانوس باشه گفته های نیر، جا داره که آدم تفکر کنه، تأمل کنه تا به حقیقتش پی ببره. همینجوری نمیشه در موردش قضاوت کرد. و در ادامه میگه این سخن در خورد فهم عام نیست، راه عشق است این، راه حمام نیست. این سخن در خورد فهم عام نیست. خواص میتونن این رو درک بکنن، انسان های خاص هستن که میتونن عمق این مطلب رو درک بکنن. این مصرع دوم هم از شیخ بهایی هستش که در دیوان نان و حلوا فکر میکنم اونجا آورده که غیر ناکامی در این ره کام نیست، راه عشق است این، ره حمام نیست. این مصرع رو از اونجا به قولی آورده و در اینجا استفاده کرده. جناب نیر اشرافیت خیلی تام و تمام می نسبت به منابع عرفانی قبل از خودش داشته، به خصوص مثنوی رو واقعا به صورت کامل احاطه داشته نسبت بهش و باقی اون آثار عرفانی رو احاطه خیلی خوبی داشته نسبت به اونها. گفت حق. خب اینجا وقتی امام حسین اعلام آمادگی میکنه برای این کار از طرف خداوند، یه صحبت هایی میشه و خداوند شرط این کار رو بهش ابلاغ میکنه، میگه ای حسین حالا که تو تصمیم گرفتی که شفیع این مردم بشی، گناهانشون رو کفاره بشی، اینها رو از گناه پاک بکنی، این کار یک سری شروط داره. ببین میتونی این شرط ها رو به جا بیاری، اون وقت وارد این میدان شد. این شرط ها رو اینجا ابراز میکنه. گفت حق. خداوند فرمود که شافع خرد و بزرگ، ای شفیع بزرگ و کوچک، این شفاعت راست شرطی بس سترگ. این شفاعتی که تو میخوای انجام بدی شرطهای بزرگی داره، شرطهای مشکلی داره. هر که در این ره فنا فی الله نشد، بر سریر جرم بخشی شه نشد. کسی که بر تخت جرم بخشی میخواد پادشاهی کنه، بر تخت جرم بخشی میخواد بنشینه و شاهی کنه، باید خودش فنا فی الله بشه، از وجود خودش دست بشویه، از هر چیزی که داره دست بشویه، به مقام تجرد برسه. هیچ دلبستگی شایسته همچین فردی نیست، هیچ چیزی نباید این رو پابند این فرد باشه، یه همچین فردی لازمه. هر که در این ره فنا فی الله نشد، بر سریر جرم بخشی شه نشد. بایدت در راه دین ای مقتدا، کرد جان بهر گناهکاران فدا. باید در راه دین جانت رو برای گناهکاران فدا کنی، نه کسانی که انسانهای خوبی هستن، بلکه برای گناهکاران جانت رو فدا کنی. بارها این رو شنیدین که اتفاقا این مجالس روضه ابا عبدالله جایی هستش که جای گناهکاران هست، نه جای کسایی که آدم خوبی هستن. آدم خوبی که خب اون به جایی رسیده، اتفاقا گناهکار لازمه بره اونجا و خودش رو پاک کنه، در آن آب زلاب پاک بشه. پس تو هم وقتی جان فدا میکنی، این جان فدا کردنت برای گناهکار هاست. بایدت در راه دین ای مقتدا، کرد جان بهر گناهکاران فدا. شست از فرزند و مال و عز و جا، دست تا باشی ضعیفان را پناه. اگر میخواهی برای ضعیفان پناه باشی،
باید از مال و زن و فرزند و عز و جاه خودت دست بشویی، از همه اینها باید دست بشویی، همه اینها رو پشت پا بزنی، رها کنی. اگر اینها باعث دلبستگی تو باشه نمیتونی به اون مقام برسی. آفتابا هین ز شرق نیزه سر باز کش، کین ظلمت ها میاد دوسته در. این ظلمتی که در جهان فراگیر شده، این تاریکی که در جهان فراگیر شده، برای از بین رفتن نیازمند آفتابی هست که از سر نیزه طلوع بکنه. این اشاره به رأس مطهر امام حسین علیه السلام داره که بعد از حادثه عاشورا خب سر شهدا رو روی نیزه نصب کردن. اصولا آفتاب از شرق طلوع میکنه، ولی در اشعار نیر ما میبینیم این آفتاب رأس مطهر از سر نیزه طلوع میکنه. این طلوع لازم هست تا ظلمت موجود در عالم از بین بره، روشنایی بخش این عالم بشه. ببینید چقدر زیبا، ببینید صحنه خیلی تلخ است، صحنه یک جورایی دردآوره، سینه انسان رو به درد میاره، ولی به زیبایی تمام ترسیم شده. آفتابا هینز شرق نیزه سر باز کشکین ظلمت آید مستتر، دست از دست برادر شوی چیر، وینز پا افتادگان را دست گیر. میخوایی اگر دست گیری کننده از افتادگان این آدم باشی، باید دست از دست برادر بشویی. این کنایه داره از اون واقعی که حضرت ابوالفضل خب وقتی که رفت به سمت فرات و برمیگشت در راه خب این دست راست حضرت قطع شد و سپس دست چپش قطع شد و در حقیقت در ادامه به شهادت رسید. این دست شستن از دست برادر هست، یعنی هم دست از دست برادر شست، هم دست از برادر شست، هر دو جلوه رو داره برای ما. ببینید هم زیبایی داره، همون حادثه تلخ رو به یاد ما میاره. دست از دست برادر شوی چیر، وین ز پا افتادگان را دست گیر، پیکر فرزند در خون کن غریق، می نشان از آتش دوزخ حریق. اگر آتش دوزخ رو میخوای خاموش کنی برای دوزخیان، باید پیکر فرزندت رو در خون غرق بود. خب شما اون حادثه‌ای که در شهادت حضرت علی اکبر هست شنیدین که این به خاطر اتفاقی که در آخر جنگی که حضرت علی اکبر انجام میداد، یک در حقیقت یک اشتباهی اتفاق افتاد. حضرت امام حسین میخواست به یاری فرزند بره، از طرف این دشمنان هجوم بردن و این اسب یهو یک حرکت خاصی از خودش انجام داد که حضرت علی اکبر دستش رو توق کرد دور این اسب و این اسب اشتباهی رفت به سمت دشمن و اونقدر ضرباتی به این بدن پاک حضرت علی اکبر وارد شد که چند پاره شد. اربن اربا اینو گفتن در منابع که واقعا دیگه اون حالت خیلی دردناکی هست و واقعا در خون غرق شد پیکر اسب. و بعد از اینکه برگشت دوباره این اسب ها از روی جنازه ایشون رد شد، یک اتفاقات عجیبی افتاد در اون صحنه که حالا ما در اون بخش خاص خودش اینها رو خواهیم خوند. به هر حال داره به این اشاره میکنه که ای حسین، تو اگر میخواهی که آتش دوزخ رو خاموش کنی، باید پیکر فرزند خودت رو در خون غرق کنی، حواست باشه، باید این کار رو انجام بدی. شیر بر اسخرده از پستان تیر، تشنگان را کن ز جوی شیر سیر. اون تشنگان عالم معنا که شیر معرفت دارن میجوین، برای این که اون شیر معرفت رو به این عارفان برسونی، باید به فرزند خودت، به فرزند شیرخواره خودت از پستان تیر شیر بدهی. ببینید چه کسانی، چه بزرگانی در مکتب عبادت‌الله و در مکتب عاشورا به مدارج بزرگ عرفانی رسیدن. شما فرض کنید مثلا علامه قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی خودمون، این علمای خیلی زیادی که هر کدوم استوانه های بزرگ معرفت هستند و در ذیل عنایات اونها ماها میاییم و در این جلسات بنده خودم رو عرض میکنم، جسارت نکنم
هر چیزی که داریم از این اولیا هست، از این اولیای بزرگی که بودن. اکثر اینها رو شما نگاه کنید می‌بینید در مکتب عاشورا، در مکتب امام حسین به اون مدارج معرفتی رسیدن. خب در باب عرفان، در عرفان تشیع این مسئله متقن هست دیگه. کسی که میخواد راه رو سریع‌تر طی بکنه، راه سریع راه ابو عبدالله، یک راه سریع عرفانی است. ببینید عرفان مسئله کوچکی نیست. عرفان در گذشته، بذاریم من در مورد این توضیحاتی بدم. وقتی ما برمیگردیم به مسائلی، مثلا فرض کنید عرفان شرقی، عرفان بودایی، اینها سراسر عمرشون رو برای درک مفهوم عرفان و رسیدن به حقیقت سراسر عمرشون رو میذاشتن. یعنی چی؟ یعنی کودکی که از ابتدا به دنیا میومد، میرفت در معبد مستقر میشد، تا آخر عمرش ریاضت ها میکشید و تنهایی ها میکشید و ذکر ها میگفت و چیها و چیها، تا اینکه در آخر به یک سری کرامات میرسید، یک سری حقایق برش روشن میشه. رفته رفته در این ادیان این عرفان ها قدرتمندتر شدن و درک انسان از مفهوم معرفت خیلی فراتر رفته. در مسیحیت ما میبینیم عرفان به یک حدودهای خیلی بالایی رسید و در اسلام به اوج خودش رسیده. یعنی چی؟ یعنی عارفان به درکهایی رسیدند از این عالم، از این خلقت، که در قله‌های معرفتی عقل بشر اصلا قرار دارد. کمتر عقلی میتونه همچین قللی رو درک بکنه. این یک واقعیت هست. در خود عرفان اسلامی کسانی که از مسیر زهد و ریاضت رفتند جلو، مجبور بودن کل عمرشون رو صرف این قضیه بکنن تا در نهایت به مراتبی از عرفان برسن. اما جالب اینجا هست که کسانی که از مسیر عشق رفتن خیلی سریعتر، خیلی سریعتر تونستن این مسیر رو طی بکنن. و این کشف عرفا بود که با عشق هم میشه مسیر معرفت رو پیمود. چطور؟ چون در نهایت در عرفان میگویند که مسیر عرفان یعنی پشت پا زدن به خود، من رو به کناری نهادن، و اتفاقا عشق هم یعنی من رو به کناری نهادن. عاشق چیزی به غیر از معشوق نمیبینه، بنابراین خودش رو نفی میکنه، خودش رو فراموش میکنه، خودش رو از یاد میبره، و این باعث میشه که این راه عاشقانه سیر و سلوک راه خیلی سریعتری باشه. مولانا در اون داستان معروف خودش که قبلا خدمت عرض کردم که میگه زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از تیر هوا. زاهدی که با نماز خواندن و ریاضت و با تهجد داره تیه تاریخ میکنه، با پا داره میدوه، ولی کسی که عاشق هست از مرغ هوا هم پرانتر هست، تیزرو هست و سرعت سلوکش به بی‌نهایت میل میکنه. این عشق وقتی میاد روی این قضیه عاشقانه ای که در قضیه کربلا و عاشورا داره سوار میشه، ادغام میشه، دیگه یک فرایند خارق العاده ای میاد. و هر کدوم از عرفا که اومدن و دست یازیدن به دامان ابا عبدالله، این مسیر عرفانی رو تونستن با سرعت و با شدت و قدرت خیلی خیلی غیر قابل وصفی طی بکنه. و خب اینها هر کدوم هدایتگر بخشی از جامعه بودن، انسانها رو هدایت کردن، به هدایت فراخوندن. ماها به قولی به نوعی جیرخار این انسانهایی هستیم که در مکتب ابا عبدالله با این عشق رفتن رسیدن. خب ابا عبدالله چیکار کرده؟ ابا عبدالله برای اینکه این شیر معرفت رو به ما بتونه برسونه، به طفل شیرخاره خودش از پستان تیر شیر داده. شیر بر اسخر ده از پستان تیر، تشنگان را کن ز جوی شیر سیر. بر کف داماد از خون هزار، نقش جرم آسیان میزن در آب. اگر میخواهی جرم آسیان رو بر آب بزنی، بر آب زدن یعنی محو کردن، یعنی از بین بردن، گناه آسیان رو از بین ببری، باید بر کف داماد خودت از خون حنا بزنی. خضاب یعنی حنا. خب در گذشته داماد میومدن حنا بندان، همین اصطلاحی بود که بر دست داماد و عروس حنا میبستن دیگه. میگه این داماد حضرت قاسم رو اشاره میکنه که داماد
امام حسین هست و اون جریان ازدواج امام حضرت قاسم با دختر امام حسین علیه السلام رو بعضی ها نهی کردن، گفتن اینها داستان هست، حتی شهید مطهری همین رو نهی کرده، ولی جناب نیر این روایت قبول داره و به زیبایی خیلی هرچه تمامتر که اشعارش میاره که چرا این اتفاقا افتاده و خیلی جالب این رو توضیح میده، واقعا عجیب هست. انشاءالله میرسیم به اون قسمت ها. میگه که اگر همچین کاری میخوای انجام بدی باید در کف دامادت از خون حنا ببندی. ببینید تمثیل رو ببینید چقدر عجیب هست. میگم در اوج تلخی زیبایی داره، در اوج دردناکی جمیل هست این لفظی که این شاعر جناب نیر استفاده کرده. پای بیمارت به غل چون بنده کن ای مسیحا مردگان را زنده کن. ببینید اگر میگه اگر میخواهی که دلهای مرده رو زنده کنی، در دید عرفانی مولانا شعرش رو حتما همه تون شنیدین دیگه که همایون شجریان هم این رو با آواز خوش خونده که آزمود مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. ما ها فکر میکنیم که بس زنده هستیم، در حالی که زندگان واقعی کسانی هستن که رهیدن، کسانی هستن که دل آزادی دارن. چه فایده‌ای داره انسان جسمش زنده باشه ولی دلش مرده باشه؟ اساس دل هست و زنده کننده دل انفاس مقدس اولیاء الهی هست. مانند مسیح که نه تنها بیمارها رو شفا میداد، به حدی این شفا بخشش قدرتمند بود که مردگان رو هم زنده میکرد. حضرت مسیح میگه تو مانند یک مسیح هستی که مرده ها رو میتونی زنده کنی، این مسیح ها مردگان را زنده کن، اما شرطش چیه؟ باید بیمار کربلا که فرزند وسط امام حسین علیه السلام، جناب امام سجاد، امام چهارم ما شیعیان، در حادثه عاشورا به حدی بیمار بود که قادر نبود سر پا وایسته و به همین خاطر هم خب اصلا در جنگ شرکت نکرد و ایشون رو به اسارت گرفتن، با هم قصد کردن که به شهادت برسونن، ولی خب خوشبختانه اتفاق نیفتاد و ایشون زنده موندن. ولی بعد از حادثه کربلا با همون حالت بیماری که ایشون داشتن، ایشون رو به شتر بسته بودن، یعنی پاها رو از پایین با زنجیر بسته بودن و به نوعی بسیار خشن و حالت دردناکی ایشون رو با اینکه بیمار بودن به شتر بسته بودن و تا کوفه و از کوفه به سمت شامات حرکت دادن. این رو داره اشاره میکنه، پای بیمارت به غل چون بنده کن ای مسیحا مردگان را زنده کن، خواهران و دختران میده اسیر وین اسیران را رها کن از سر. این اسیران نفس رو اگر میخوایی از آتش جهنم نجات بدی باید خواهر و دخترانت رو اسیر بکنی. انسانهایی که اسیر نفس هستند و به خاطر این اسارت نفس مستحق جهنم هستند، اگر میخوایی کفاره اینها باشی اینها رو نجات بدی، باید خواهران و دخترانت رو اسیر بکنی، در بند بکنی و در راه کوفه و شام اینها رو به اسارت بدنی. باز زن بر خیمه آتش ایزنی، می بکن آتش گلستان برخلی. اینجا دیگه یک مرحله هم بالاتر میگه نه تنها انسانهای بعد تو، انسانهای قبل تو، تو کفاره انسانهای قبل خودت هم بودی. نه تنها انسانها، انبیای قبل خودت، ابراهیم خلیلی که در آتش افتاد و آتش او را نسوزاند، دلیلش این بود که تو بر خیمه های خودت آتش زدی. خیمه های خودت رو در آتش سوزوندی و خیمه ها آتش زدی و به خاطر این بود که ابراهیم خلیل رو اون آتش نسوزاند، اون کفاره اون. ببینید در دید هم دید فرهنگی این وجود داره. حالا من نمیدونم این چقدر از هویت واقعی برخوردار هست یا نه. بذارید من یک داستانی براتون تعریف بکنم. داستان این هستش که مولانا در مثنوی هم اینو آورده، میگه که یک روز یک فردی میاد پیش حضرت سلیمان و از ایشون خواهش میکنه که زبان حیوانات رو بهشون یاد بده. حضرت سلیمان میگه که نه، تو شایسته این نیستی. حالا با اصرار فراوان بالاخره ایشون میگه باشه و زبان حیوانات رو خب حضرت سلیمان میدونست دیگه، بهشون یاد میده. این فرد میره خونه،
داشته گوش میکرده، میبینه که حیواناتش چی میگن، میبینه که این دوتا سگی که داشته، این سگا دارن با هم حرف میزنن. یکی از سگا به میکی میگه که من خیلی گشنمه دارم میمیرم، این صاحب ما هم هیچ غذایی به ما نمیده. اون یکی میگه که نگران نباش، قراره این مرد و این بمیره، این که مرد یه خودشون دیگه نمیتونن بخورن، میندازن جلوی ما اون رو میخورنش. این تا میشنوه که مرد قراره بمیره، سریع مرغ رو برمی‌داره میبره بازار میفروشه. برمیگرده خوشحال، میگه که خوب شد دیگه این بلایی که داشت به من نازل میشد اینو از سرم به در کرده. بعد گوش میکنه، میگه که میبینه این دوتا بازم دارن حرف میزنن. این به اون میگه که پس تو گفتی آخه قراره این مرغه رو بخوریم، اینم که بردی رو فروخت، پس چی به ما میرسه؟ اون یکی میگه که آره این زرنگه، نمیدونم از کجا فهمی، ولی نگران نباش، این بار قراره مثلا خرش بمیره. بعد این تا میشنوه خررم میبره میفروشه. میاد میگه این خرارم فروخت، پس چیکار کنیم؟ میگه که مثلا اسبش هم قراره به سمت بیا، اسبش هم میفروشه. میاد میگه که الان دیگه چیکار کنیم؟ میگه نگران نباش، این هر سری داره زرنگ بازی در میاره، قراره این بار خودش بگیره. بعد غذا اینا میدن برای احسان، برای این مرد، بعد ما باقی مونده غذا رو میخوریم. این میبینه چیکار کنه، میره پیش سلیمان میگه من چیکار کنم الان؟ میگه خب تو اگه اون رو نمیدونستی با همون مرد اون بلا از سرت رفت میشد، ولی تو بلا رو به اون یکی منتقل کردی، از اون به اون یکی، از اون به اون یکی، آخرش این بلا چرخید اومد تو سر خودت، الان دیگه کاری نمیتونی بکنی. یه بیت خیلی جالبی هم داره مولانا، میگه که او به دریا رفت و مرغابی نبود، این رفت به جایی، به حیطه‌ای پا گذاشت که لیاقت اون حیطه را نداشت. بارها گفتم آب در منظر مولانا همون معنویت است. میگه خودش مرغابی نبود، اهل آب نبود، ولی پا به آب گذاشته بود، دست گیرشته ای خداوند ودود. این رفت به دریا ولی مرغابی نبود، آدم باید مرغابی باشه تا به دریا بتونه. این رو مطرح میکنه. خب من از این داستان میخواستم این نتیجه رو بگیرم، ببخشید صلوات احسان بکنید. مثل اینکه این بلاهایی که برای انبیا هم در نظر گرفته شده بود و به نوعی هر کدوم از این بلاها مرتفع می شد، مثل اینکه اینها رو هم باید بارش به امام حسین می کشید. چون در بخشی از این اشعار خواهیم خوند در قسمت مربوط به حضرت علی اکبر، یکی اون بدایی که در زمان قربانی کردن حضرت اسماعیل برای حضرت ابراهیم به وجود اومد و قرار شد که اون قربانی نشه، اون هم مونده و به عهده تو رسیده، اون فدای جان باید توسط تو انجام بشه، اون اونجا اتفاق نیفتاد تا بیاد و تو اون رو ادا بکنی، اون قربان کردن رو تو اونجا ادا بکنی. اینجا هم تقریبا همین مسئله هست. بازن بر خیمه آتش ای سلیل، می بکن آتش گلستان بر خلیل، هین بران کشتی به خون در کربلا، نوح را برهان به طوفان بلا. اینکه نوح از اون طوفان عظیم تونست نجات پیدا بکنه و کشتیش به ساحل بنشینه، تو باید به خاطر اون دفع بلایی که از اون شد، تو باید در این صحرای کربلا در جوی خون کشتی برانی، در این در بین این تیر و دشنه و خدنگ و خونهایی که ریخته میشه کشتی نجات خودت رو برانی. از اون طرف هم اون حدیث مشهور اشاره داره که اندن حسین مصباح الهدا و سفینت و نجات، و این کشتی نجاتی هستش که از درون خون جریان پیدا کرده و به قولی شناور شده. تشنه لب بازای بیرون از فرات، ده هزاران خضر را آب حیات. حضرت خضر جز اون کسانی هستش که دست به آب حیات پیدا کرده و چون از اون نوشیده دیگه عمر جاودانی پیدا کرده، و در روایت هستش که زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، حضرت خضر هم همراهی ایشون میکنه مثل حضرت عیسی. و خب این داستان آب حیات یکی از داستان‌های قدیمی هست که پادشاهان زیادی هم در جستجوی این آب حیات بودن و نتونستن به این دست پیدا بکنن. این آب حیات در دید عرفانی در حقیقت همون آب حیات عرفانی هست که حیات جاودانی به انسان میده، انسان رو از بند نفس آزاد میکنه و
زنده و آزادی درونی میکنه در حقیقت، میگه که برای اینکه تو هزاران خضر رو آب حیات بدی و اونها رو نجات بخش باشی، باید خود تشنه لب از فرات بیرون بیایی. این هم بخشی از اون، حالا در کتاب مقتل لحف اگر خونده باشید، خیلی این بخشش دردناک بوده همیشه برای من، که امام حسین در لحظات آخر میره به سمت فرات، چون همه شهید شدن و امام حسین تنها داره جنگ میکنه، میره به سمت فرات و میخواد که یکم آب بخوره، تیری میزنن که به دهنش، دهن مبارک حضرت میخوره، اصابت میکنه و دهنش پر از خون میشه و نمیتونه خون آب بخوره و همون جور تشنه لب از اونجا بیرون میاد. البته داستان این قضیه از دید نیر یک چیز دیگه است. میگه که امام حسین اصلا تصمیمی نداشته اونجا آب بخوره. همونطور که حضرت ابوالفضل اون داستانی که همیشه میگن که اومد در فرات و خواست آب بخوره و یادش افتاد و نخورد، اون رو هم دلیلش رو میگه. میگه اینها تصمیمی نداشتن آب بخورن. اینها میخواستن مرکبشون آب بخوره. اینها مرکب‌های خیلی آزموده‌ای داشتن و وقتی اینها در حالت جنگی قرار می‌گرفتن، فقط تحت تسلط اون راهبر خودشون بودن و کسی که سوارشون بود، هیچ کار دیگه‌ای نمی‌کردن. این مرکب‌ها از تشنگی بیتاب شده بودن. هم حضرت ابوالفضل و هم امام حسین درک کرده بود که این مرکب‌ها دارن تلف میشن و رحم می‌آوردن به این مرکب‌ها. اینا رفته بودن تو رودخونه که اینها آب بخورن، ولی چون می‌دیدن اونها آب نمی‌خورن، این آب رو به نزدیک دهن خودشون می‌آوردن که یعنی من هم دارم آب می‌خورم، تو هم اجازه داری آب بخوری. این حیوان احساس اجازه نمی‌کرد در حقیقت تا زمانی که صاحبش اون کار رو انجام بده. وقتی می‌دید صاحبش داره اون کار رو انجام میده، اون اجازه رو پیدا می‌کرد که لب به آب بزنه. به خاطر این قضیه بود که حضرت ابوالفضل دست به آب برده بود، یا امام حسین در اون لحظه دست به آب برده بود. ولی طبیعی اون کسی که در اون آدم داره سیر میکنه، چه نیازی به آب، به قولی شاید بوداره مثلا فرات بخواد مثلا نظری بکنه، همچین داستانی نیست. اینها به این خاطر بوده. حالا به این قسمت ها بعدا در آینده میرسیم. به هر حال میگه که تشنه لب بازای بیرون از فرات، ده هزاران خضر را آب حیات، منجی افتادگان در چه تویی، خون به دست آور که سار الله توی. اون کسانی که در چاه ظلمت افتادن، تو نجات دهنده اینها خواهی بود، تو نجات دهنده اینها خواهی بود. پس بنابراین خون باید به دست بیاوری، تو خون خداوند هستی، سار الله هستی. این یکی از لقب‌های امام حسین علیه السلام هست. پشت پای لا به نه خرقاه زن، خیمه بر صحرای الا الله. این نه خرقا اشاره به نه فلک و نه عالمی داره که در عرفان در گذشته میگفتن که این عالم نه لایه داره و بعد از همه این لایه ها عرش خداوندی قرار داره و خداوند در اونجا به قولی استوا داره. در حقیقت میگه که این خرقاها، ببینید خرقاها در حقیقت چادرها هستن دیگه، چادرهای خیمگاه‌های هستن. در روایت هستش که امام حسین در آخرین لحظه وقتی داشت از خیمگاه جدا میشد، بعد از اینکه خدا حافظی کرد، حضرت زینب این رو میگه، میگه چنان رفت مثل اینکه ما رو نمیشناسه، یعنی دل رو برید و رفت. پشت پای لا زد به همه اینها، همه مافیها، همه دنیا. میگه این پشت پا رو زدن نتیجه چی شد؟ خیمه در صحرای الا الله زدن، صحرایی که به غیر از خدا خدایی نیست، یعنی خدایگونه شد. چون خدا که دلش تنگ نمیشه برای زن و بچه‌اش، خدا که دلش تنگ نمیشه برای کسی که داشته و الان نداره، یه چیزی که میخواد از دست بده. خدا شدن یه همچین خاصیتی داره دیگه. و کسی که صفات خدایی میگیره باید پشت پای لا به هر چی در این دنیا داره بزنه. پشت پای لا به نه خرقاه زن، خیمه در صحرای الا الله زن. از خیمگاه ها جدا شو و خیمه در صحرای الا الله بزن، به مقام الوهی برس. در حقیقت غرقه در خون با تن صد پاره باش، باید با تن پاره پاره شده غرقه در خون بشی. بر گناه مجرما کفاره باش، کین چون این خونی بباید ای هما، تا کند این ناتمامان را تمام. ناتمام یکی از اصطلاحات عرفانی است.
خب در قونیه اگر تشریف برده باشید به مزار حضرت مولانا، اون شعری که در ورودی نوشته نوشته که عبت العشاق باشد این مقام، هر که آمد، هر که ناقص آمد اینجا شد تمام. میگه هر کسی که ناقص باشه بیاد اینجا به تمامی میرسه. تمام شدن یعنی کامل شدن، یعنی عارف کامل، یعنی تمام کردن اون راه سیر و سلوک، از نقصان خلاص شدن، به وصال رسیدن. و میگه که این چنین خونی لازم هست تا ناتمامان عالم تمام بشوند، به مرحله کمال برسند. قلب اکوانی تو در خون باش قرب، تو قلب این عالم ها هستی، این جهان ها هستی، تو باید در خون غرق باشی. خاک ماتم ریز عالم را بفهم، کین سیه رویی ز افراد بشر، می نشوید غیر آب چشم تر. این سیه رویی رو یک چیز، یک آب فقط میتونه پاک بکنه، آب عشق، آب چشم. به غیر از این آب دیگه نمیتونه این سیاه رویی رو از روی افراد بشر پاک بکنه. عشق چشم لازم هست، عشق چشم لازم هست تا سیاه رویی از روی انسان شسته بشه. خیلی تعبیر زیبایی هست در مورد عشق و گریه کردن. خب در مولانا چقدر دیدیم دیگه، ما خوندیم اشعارش رو. تا نگریت تفت که نوشد لبن، تا نگریت ابر که نوشد بله؟ خندد چمن، تا که خندد چمن احسن. اینها همه اشاره داره به ارزش عشق، ارزش گریه کردن. ببینید شاید شنیده باشید که در مراسم های عزاداری ابا عبدالله میگن من تباک، من بکا و من تباک، من بکا و من تبکی و من تباکا. هر کس گریه کنه، هر کس بگریونه و هر کس خودش رو به گریه بزنه، همه اینها ثواب دارن. چرا؟ اون حالت حزنی که در انسان ایجاد میشه. ببینید در انسان دو تا حالت اوج روانی به وجود میاد، در دو حالت. یکی در حالت خنده است که انسان وقتی میخنده یه حالت فراعادی میرسه، وقتی اوج شادی و خنده میرسه به یک حالت خاصی از اون حالت روانی خودش میرسه. به این حالت ها میگن حالت هایی که فرکانس مغزی میاد پایین و انسان به فاز آلفا میرسه، آماده دریافت میشه، آماده جذب ماورا میشه، آماده درک مسائل ماهوی میشه. در این دو حالت، یکی در حالت خندیدن بسیار، در یکی در حالت گریه بسیار، حزن بسیار. شما دیدید وقتی انسان گریه میکنه واقعا از زمین و زمان غافل میشه، یه بار همه چیز از ذهنش میره به یک فضای دیگه، مثل اینکه وارد میشه. این خصوصیت گریه هست. گریه انسان رو از اون حال عادی خارج میکنه و به یک فازی وارد میکنه که در اون فاز قابلیت دریافت پیدا میکنه. برای همین هستش که و البته تأثیر گریه خیلی بیشتر از اون فاز تأثیر خنده است. شما دیده باشید الان روانشناسا توصیه میکنن در ژاپن مرسوم هست، الان یک سری اتاق ها میذارن، اتاق خنده، یک سری اتاق ها میذارن اتاق گریه، که همه میرن اونجا میشینن گریه میکنن، به هم دیگه مثلا نگاه میکنن گریه میکنن. این گریه کردن دیدیم چه دل انسان بعد از گریه کردن وا میشه، یک حالت خوبی پیدا میکنه. اولا خب این حالت روانی بدن هستش که انسان وقتی حالت غم انگیز پیدا میکنه تلاش میکنه که خودش رو ریکاور بکنه و به حالت خنده برسونه. و وقتی زیاد میخنده، ما در ترکی میگیم دیگه، کسی که زیاد گریه کنه زیاد میخنده، کسی که زیاد بخنده زیاد گریه میکنه. این حالت تعادل بدنه. شما به هر فازی که برین فاز مخالفش در وجودتون ایجاد میشه. این از یک بخش هست، از یک بحث هست و بنابراین انسان بعد از گریه کردن دلش وا میشه. ولی در زمان گریه کردن و در زمان اون اندوه بسیار زیاد آمادگی دریافت پیدا میکنه و وقتی موضوع گریه همچین موضوع ارزشمند و والایی باشه مثل ابا عبدالله و اون به قولی مصیبت هایی که بر ایشون و خاندانشون ایجاد شده، شما دارین به نوعی گریهتون رو اتصال میدین به یک حقیقت به قولی معلا و بسیار والایی که آمادگی دریافت و جذب از اونجا پیدا میکنید. اگر این گریه با صدق باشه و
و حالت بدن به اون و حالت روح و جسم به اون حالت برسه، انسان آمادگی دریافت پیدا میکنه. برای همین هستش که گریه به امام عبدالله رو خیلی توصیه کردم و حتی گفتم اگر خودتون محزون هستید، ناراحت هستید، واقعا دلتون میخواد گریه بکنید، مصیبتی بر شما ایجاد شده، نزدیکی از دست دادید، اتفاقی افتاده، گریه خالی یه چیزی از دست دادن هست. وقتی داری گریه میکنی توجهی هم به اون طرف پیدا کن، توجهی به ابا عبدالله پیدا کن، مصیبت‌های ابا عبدالله رو در خاطر بیار، بعد گریه کن، اون وقت گریهت ارزشمند میشه. گریه‌ای که برای دنیا باشه یا برای چیزهای پایین باشه سودی برای تو ایجاد نمیکنه، ولی همون حالت گریه رو داری، توجهی به اون مصیبت‌های اهل بیت پیدا بکنی، یک چیزی هم دریافت میکنی از زیل اون گریه کردنت. برای همین هستش که شما تو مراسمات میبینی که معمولا یک ذکر مصیبتی انجام میدن و این به نام سفارش ائمه اطهار هستش. در این مورد حالا بعدا ان شاء الله اگر فرصت بود بیشتر توضیح میدیم. بله، غرق در خون با تن صد پاره باش، بر گناه مجرمان کفاره باش. اینها رو خوندیم که این سیه رویی ز افراد بشر، می نشوید غیر آب چشم تر. گفت آن شاه سریر ارتضا، کانچه گفتی جمله را دارم رضا. امام حسین علیه السلام ایشون را شاه سریر ارتضا خطاب میکنه. شاه سریر ارتضا چرا خطاب میشه؟ ببینیم، ما در مراتب عرفانی یک تقسیم بندی هم داریم که بهش مقامات میگن، مقام توکل. معمولا اینها رو با انبیا هم مقایسه میکنن. ببینیم این چیزی که عرض میکنن در کتب عرفانی هست. مقام توکل یکی از مقامات عرفانی هست که انسان در اون مقام به مقامی میرسه که هر لحظه توکلش به خداوند هست، در هر کاری که انجام میده توکلت علی الله میگه، بدون توکل کاری رو انجام نمیده. این مقام توکل مقام حضرت موسی هست و حضرت موسی هم در این مقام بود و هر کاری که انجام میداد توکل میکرد و اون کار رو انجام میداد. ببینید چه کارهای بزرگی انجام داده، با فرعون در افتاده، کارهای خیلی خارق‌العاده، همه اینها به خاطر اون اوج توکلی بود که از موسی به خداوند داشت. بعد از اون مقام حضرت عیسی است که مقام تسلیم هست. حضرت عیسی از مقام توکل رد شده بود و آنچه خداوند میخواست تسلیم اون مسئله بود، تسلیم اوامر خداوند بود، هر چه خداوند مقرر میکرد تسلیم تمامی خواسته های خداوند بود. از اون مقام ما بالاتر که میریم میرسیم به مقام حضرت رسول صلوات الله علیه که مقام تفویض هست. حضرت چند بار خودشون گفتن که افوض امری الالله، من امورم رو تفویض کردم به خداوند. وقتی من کاری دارم انجام میدم، این نه دست و زبان و پای من هستش که این کارها رو انجام میدن، بلکه مثل اینکه خداوند از دست من و چشم من و پای من این کارها رو انجام میده. حد اعلای تفویض این هست و انسان به مقام میرسه. عرفا هم همین مدارج رو پی میکنن، یعنی عرفایی که میخوان سیر و سلوک بکنن هر کدوم از این مدارج رو پی میکنن و در هر کدوم از این مدارج به اون ولی مورد نظر توسل میکنن و از اون مدد میگیرن برای اینکه این مقام رو به نحو احسن پیدا بکنن. یعنی کسی که به مقام تفویض میرسه، برای اینکه مقام تفویض درونش نهادینه بشه، باید توسل تام و تمام چندین سال به حضرت رسول داشته باشه و این توسل تام و تمام باعث میشه که اون شؤونات روحی و ذهنی و روانی در این جاری بشه و اون حالت تفویض رو احساس بکنه. یک حدیثی هستش که معروف هست به حدیث قرب نوافه که انسان با انجام دادن امور مستحبی نوافل در حقیقت به حدی میرسه که خداوند دستش میشه که با اون کارها رو انجام میده، چشمش میشه که میبینه، پایش میشه که راه میره، زبانش میشه که گفتار میکنه. یعنی خدا یواش یواش در وجود این فرد نشست میکنه، رسوخ میکنه، همه کارش خدایی میشه در حقیقت. و این خب به نسبه اتفاق میفته. به هر حال این مقامی از مقامات عرفانی هست. فراتر از این مقام که ما میریم دیگه مقامات خیلی خاصی میشه که اولینش
مقام مرتضی علی مقام رضا هست که فرد سالک نه تنها تسلیم هست و تفویض کرده، بلکه در رضایت مطلق از اتفاقاتی که میفته و امور خداوندی، هر چیزی که خداوند مقرر میکنه، در رضایت تمام. یعنی از عرفا هستش دیگه که وقتی فرزندش مرده بود تبسم میکرد، میخندید، میخواست، میگه پرسیدن که فرزندت مرده، میگه که من میخوام نشون بدم که از اون کاری که خداوند داره انجام میده من راضی هستم، خوشنود هستم، حتی اگر این کار ستاندن جان فرزندم باشه. به این مقام میرسه فرد و از اون مقام بالاتر میشه رضایتمندی خداوند از صادق که مقام مرضیه هست. و حضرت فاطمه زهرا به این مقام به قولی نامیده شده در حقیقت. و خب اینجا جناب نیر حضرت ابا عبدالله حسین رو هم در این سریر و این تخت ارتضا میشونه که هم رضایتمندی خداوند از ایشان و هم رضایتمندی ایشان از خداوند، دو طرفه و کامل، یعنی مقام رضاست در حقیقت. گفت آن شاه سریر ارتضا کانچه گفتی جمله را دارم رضا، ترک مال و ترک جان و ترک اهل چون توی جانان بسی سهل است سر. اگر تو جانان من هستی، اگر تو معشوق و محبوب من هستی، ترک مال کردن، ترک جان کردن چیزی نیست. من خیلی راحت اینها رو ترک خواهم کرد. من خود از خود نیستم، زان تو هم، من اصلا خودیتی ندارم، هرچه در من هست از توست، آن توست، مال توست. من خود از خود نیستم، زان تو هم، هرچه گویی بنده فرمان تو هم، هرچه تو بفرمایی من بنده فرمان تو هستم. باده هم خون است و ساقی دست عشق. در این موقعیتی که من قرار دارم، باده و میی که من رو مست خواهد کرد خون هست و ساقی چه کسی هست؟ دست عشق هست. باده هم خون است و ساقی دست عشق، مست عشقم، مست عشقم، مست عشق، من مست عشق الهی هستم، دیگه خودیتی در من نمونده، هرچه هست تو هستی. باده هم خون است و ساقی دست عشق، مست عشقم، مست عشقم، مست عشق. گفت ایزد که ای شه احمد سرشت، عهد خود را نامه ای باید نوشت. میگه ای شاهی، شاه احمد سرشت، ای شاهی که سرشت تو از احمد مصطفی هست صلوات الله علیه، تو باید این ادعایی که میکنی این عهد رو بنویسی و امضا بکنی. خب همچین روایتی ما نداریم. این هنر جناب نیر هست که اینجا اومده یک نشانه گذاری کرده، یک عهدنامه ای رو در این بزم به نوشته حالا خداوند یا امام حسین در آورده و امضای ایشون رو پای ایشون زده. این عهدنامه رو در جایی قرار استفاده بکنه در داستان عاشورا. انشاءالله در آینده ما میریم به اونجا میرسیم، میبینیم که چطور این عهدنامه‌ای که در اینجا نوشته شده رو در اونجا میاره و داستانش رو با اون تکمیل خواهد کرد. و در اینجا میگه که در این بحث و گفتگویی که شد و خداوند شرط‌هایی گذاشت، حسین قبول کرد این شرط‌ها رو، این عهدنامه شد. گفتن اینها رو بنویسیم، امضا کنیم، و اینها رو نوشتن و امضا کردن. و این عهدنامه در ظهر عاشورا، در زمان شهادت ابا عبدالله استفاده خواهد شد. اون عهدنامه جلوی چشمان امام حسین خواهد اومد. این اون ترفند داستان سرایی و زیبایی آرایی که هستش که شاعر خواسته با این به قولی الفاظ استفاده بکنه و از اونها بهره ببره. پس نوشت او نامه ای با دست خیش، مهر بر وی برنهاد و داشت پیش. با دست خودش این نامه رو نوشت، مهر زد، امضا کرد و ارائه داد. جد و باب و مام و فرزندان راد، مر گواهی را بر او خاتم نهاد. هم پیامبر علیه السلام که جد ایشون بودن، هم پدر ایشون که امیرالمومنین بودن، و هم مادر ایشون که حضرت فاطمه زهرا بودن، و همچنین فرزندان راد ایشون، یعنی ائمه بعد از خودشون، هم همه اونها گواهی دادن و ختم کردن، مهر زدن به پای اون عهدنامه.
گفت حق که شمع بزم روشنم، شاد زی که خونبهای تو منم. خداوند فرمود که شاد زندگی کن، شاد زی که خونبهای تو خود من هستم. در ازای خون تو هیچ چیزی به غیر از خود من نمیتونه برابری بکنه. برابری بهای خون تو همون وجود ذوالجلال و الاکرام هست، خداوند متعال هست. هرچه در پاداش این عهد درست خواهی از ما خواه، یک سر زان توست. حالا که این عهد رو بستی و میدونم که این عهد درستی هست و به انجام خواهی رسان، در عوضش هرچی از من میخواهی بخواه. ملک دنیا میخواهی، ملک آخرت، هر چیزی میخواهی از من بخواه. گفت شه صادق میم ای ظلمنه، در وفا از تو در وفا گر از تو خواهم جز تو من. من در عشق خودم صادق نخواهم بود اگر از تو به غیر از خود تو چیز دیگری بخواهم. عاشق دیگه وقتی به قولی صادق هست در عشق خودش، به غیر از معشوق چشمی به چیز دیگری نخواهد داشت. این وفای به عهد نیست، این وفای در عاشقی نیست که عاشق ادعای عشق بکنه و چشمی به ماسوای معشوق داشته باشه. عاشق راستین این هستش که فقط فکر و ذهن و دل و جانش فقط به قولی محو در وجود معشوق باشه، فدای وجود معشوق باشه. اینجا همینشون همین رو ذکر میکنه. گفت شه صادق نیم ای ظلمنن، در وفا گر از تو خواهم جز تو من. پس سپردان عهد زان بزم بلا، عاشقان ران سوی کربلا. این عهد رو در اونجا به پایان رسان و عاشقان از اونجا وارد کرده باشه. خب ببینید جناب نیه برای اینکه داستان رو شروع بکنه، ببینید از کجا وارد صحرای کربلا شد. خب واقعیتش اینه که ایشون از مکه حرکت کرده بودن و طی طریق کرده بودن و وارد صحرای کربلا شده بودن، ولی داستان سرا میخواد در یه جایی وارد صحرای کربلا بشه دیگه. ایشون از عالم الست که ابتدای خلقت بود باره را راند و وارد صحرای کربلا شد، یعنی از اونجا کات زد به قول اون سینمایی ها و وارد صحرای کربلا شد. و ادامه داستان رو در حقیقت ما از اون اتفاقاتی که در صحرای کربلا اتفاق میفته از اونجا خواهیم خوند، که بخش بعدی ورود به سرزمین کربلا و خطبه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا هست. خب روایات معروفی در این زمینه هست دیگه، وقتمون به پایان رسیده. انشاءالله فردا این بخش رو شروع میکنیم و ادامه این مباحث رو خدمتتون ارائه میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.